سفر کرب بلا در سر توست برخیز گذرنامه دو چشم تر توست آغاز سفر شروع عشق است پایان سفر تولد دیگر توست بسم الله الرحمن الرحیم به نام کردگار هر دو عالم حیات از لطف او جاری است هر دم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما روزداران عزیز بیننده های شبکه جهانی ما حسین علیه السلام و مخصوصا بیننده های پروپا قرص برنامه با شما با ما همراه باشید مثل همیشه تا پایان برنامه همین اول برنامه بگم که ما یه اوزخایی به شما بدهکار هستیم از همین جا هم من و همه همکارانم در برنامه با شما از شما عذر خواهی میکنیم که یه چند روزی وقفه افتاده بود اما باز دوباره اومدیم و مزاحم شما شدیم و مهمون گرم خونه های شما از ما پذیرا باشید این برنامه با شما رو ممنونم از لطفتون خدا نکرده و خدا نکنه که شما یادتون رفته باشه موضوع برنامه با شما رو ها نه نه بیننده های برنامه با شما هیچ وقت برنامه با شما رو فراموش نمیکنن سوالی که در آخرین برنامه مطرح کرده بودیم و موضوع برنامه با شما این بود که همه این نماز و حج و روزه و خمس و زکات در صورتی قبول میشن از ما در روز قیامت که ما اعتقاد و ایمان به یه عقیده داشته باشیم که انشاءالله اگر به اون عقیده استوار بمونیم همه عبادتهای ما قبول میشه خیلی ها بودن که برای ما پیامک فرستادن و ما پیامها رو بررسی کردیم امروز هم انشاءالله آخرین پیامها رو بررسی میکنیم و میریم سراغ جواب موضوع برنامه با شما سرکار خانم شادی سفری از ملایر برامون پاسخ دادن که اعتقاد به ولایت 0-935-94-61 گفتند ولایت همینطور 0-936-64-94 باز هم گفتند ولایت 0-918-42-84 گفتند که اقرار به ولایت الهی علی گبن عبی طالب و فرزندان ایشان تا امام زمان ص 913 31 64 گفتند که ولایت مولا علی علیه السلام 0913 82 88 اینطور به ما پاسخ دادند که ولایت و امامت حضرت علی سرکار خانم ام البنین حدادی از ساوه پیام دادند که اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین مولای متقیان علی علیه السلام همینطور 0913 4705 گفتند که ایمان به خدا سرکار خانم زهرا بیگ محمدزاده از شهریار برامون فرستادن که ولایت حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام صرف 912 82 87 گفتند که ولایت علی ابن عبی طالب علیه السلام پیام ها خیلی زیاد هست من چند تا دیگه رو بخونم سرکار خانوم فریده معصومی گفتند که امامت همینطور سرکا خانم زینب اسماعیلی گفتند امامت امیر المؤمنین صف 913 گفتند که عقیده به اهل بیت و ولایت که منظور ولایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام هست آقا یا خانم محمدی دوست هم از تو سرکان گفتند که با سلام خدمت مجری محترم شبکه امام حسین علیه السلام من هم از همینجا بهشون سلام میکنم جواب موضوع برنامه با شما اطاعت از ولایت خداوند و اهل بیت و امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام همینطور جواب های متفاوتی مثل توحید عقیده برجعت و اعتقاد به وحدانیت خدا از جواب بوده که به موضوع برنامه با شما داده شده یک بار دیگه موضوع رو من مطرح میکنم میریم سراغ بررسی موضوع برنامه با شما و جوابی که برنامه با شما به سوالش میده سوال این بود که همه اعمال ما نماز، روزه، حج، خمس، زکات با قبول و پذیرش یک ایمان و اعتقاد و عقیده ای هست که در روز قیامت از ما قبول میشه گفتیم که نام اون رو برای ما بفرستید دوستان برای اون پیام فرستاده بودند و جوابهای متوابطی که با هم بررسی کردیم حالا بریم سراغ جواب برنامه با شما خدمت شما ارز کنم که شرط قبولی همه اعمال ما چه خمسه، چه روزه، چه زکاته، چه نمازمون همش شرط قبولی اعمال ولایت صدیق اکبر و فاروق اعظم حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام هست آقا یعنی چی؟ میشه بیشتر برای ما توضیح بدی؟ بله الان خدمتون عرض می کنم ششمین خلیفه و جانشین رسول خدا صادق آل محمد علیه السلام فرمودند هر کس اقرار به ولایت فاروق اعظم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نکند اعمال و عباداتش باطل می شود مانند خاکستری که در معرض باد تند قرار بگیرد تفسیر جامع جلد سه صفحه 429 این یکی از اون احادیث بود باز خدمتون عرض می کنم که باز امام صادق علیه السلام در جایی فرمودند خداوند عمل ابلیس را به خاطر عدم سجده بر آدم نفذی رفت همچنین این امت گمراه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله امامی را که نصب نموده بودند ترک کردن لذا عمل از آنها قبول نمی شود و حسن بالا نمی رود یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی فرمودند که این علی وسی جانشین و خلیفه بعد از من هست هر کس این رو قبول داشته باشه اعمالش قبول میشه اونایی که امیر رو قبول نکردن طبق این احادیث اعمالشون هم مورد پذیرش پروردگار قرار نمیگیره همچنین حضرت سید و ساجدین و امام العارفین میفرمایند که اگر کسی به اندازه عمر نو عبادت کند سپس خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما نفعی از اون عبادت نمیبره یعنی ولایت اهل بیت رو نداشته باشیم انگار هیچ چیزی نداریم و دستمون خالیه پس اونایی که گفته بودن ولایت امیر و اعتقاد به ولایت حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام جواب برنامه با شما رو درست داده بودن الله زیر سایسار پرمهر حضرت علی ابن عبی طالب علی علیه السلام روزگار خوش سپری کنند اما موضوع جدید برنامه با شما خوب دقت کنید همین الان تلفن های همراهتون رو دم دست بگذارید یا با 2044338500 تماس بگیرید و به موضوع برنامه با شما پاسخ بدید متاسفانه امروز شاهد هستیم که برخی شبکه های بی منطق و بی پای و اساس که وهابی هم هستند اخیرا چون حرف حسابی در مقابل شیعه ها ندارن دارن به فوش دادن و حرف ناحسابی زدن روی میارن که شاهد هم هستی خدمتتون ارز کنم که دارن تهمت میزنن مسخره میکنن قرآن و شیعیان امیر رو به نظر شما به نظر شما علت اینکه شبکه های وحابی به فوش دادن و حرف های رکیک و بیپایه و اساس روی آوردن چیه؟ چرا اینا دارن این حرف ها رو میزنن و ما رو مسخره میکنن؟ 3085 پیامک از داخل ایران 201 50 55 10 10 48 پیامک از سراسر دنیا منتظر جواب های شماست همینطور 20 44 330 80 500 شماره مستقیم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام منتظر شنیدن صدای گرم شماست با ما همراه باشید عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جوان شیعه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به حسینیه فراتر از کهکشان خوش اومدید الان دارین برنامه با شما رو نگاه میکنید و من هم از استدیو برنامه با شما در خدمتتون هستم اول برنامه هم اوذخواهی کردم الان هم یک بار دیگه اوذخواهی میکنم از اینکه ما چند روز با تاخیر مزاحمتون میشیم تا پایان با ما همراه باشید ممنونم اما شمایی که تازه پیوستید به جمع بیننده های برنامه با شما ما یه موضوع جدیدی رو مطرح کردیم موضوع منم این بود که الان چند وقت شاهد هستیم که یک سری شبکه های بی منطق و بی و اساس دارن به مسخره کردن و تهمت زدن به شیعه ها و قرآن و اطرت رو میارن خلاص خودتون میدونید دیگه من توضیح اضافه نمیدم نظر شما چیه؟ به نظر شما چرا اینها روی به این کار آوردن و دارن اهل بیت و قرآن و اطرت و شیعه ها رو مسخره میکنن؟ به نظر شما دلیل این کارا چیه؟ اصلا چرا این کارا رو دارن انجام میدن 3085 87 پیامک از داخل ایران 201 50 55 10 10 48 پیامک از سراسر دنیا منتظر جواب های شماست همینطور طور 2044 330 80 80 500 شماره مستقیم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هم منتظر شنیدن صدای گرم شماست اما مبارکتون باشه و نماز روزهاتون قبول باشه ماه رمزون هم از راه رسید بالاخره بعد از گذشتن از رجب و شعبان دو ماه پرخیر و برکت ماه رمضان هم اومد ماه خدا ماه بندگی ماه دعا ماه مناجات ها ماه شب بیداری ها ماه افتاری خوردن ها و سهری بلند شدن ها میگم چه لذتی داره عبادت سحر رو شب زنده داری خیلی قشنگه من که خیلی دوستش دارم امیدوارم شما ازش لذت ببرید بیان یه ذره راجع به ماه رمضان با هم صحبت کنیم میدونستین که رمضان اسمی از اسماء الهی هست و نباید به تنهایی ذکر شه مثل اینکه بگیم رمضان اومد رمضان رفت الان توی رمضان هستیم یعنی ما باید حتما بگیم ماه رمضان میگید چرا الان جوابش رو میگم هشام ابن سالم نقل میکنه که روزی خدمت امام محمد باقر علیه السلام رسیدیم ما هشت نفر از رجال در محضر حضرت عبی جعفر امام محمد باقر علیه السلام بودیم پس سخن از رمضان به میان آوردیم حضرت فرمودند نگویید این است رمضان و نگویید رمضان آمد و رفت زیرا رمضان نامی از اسماء الله است که نمی رود و نمی آید که شیء زائل و نابود شدنی می رود و می آید. بلکه بگویید ماه رمضان پس ماه را اضافه کنید در تلفظ به اسم که اسم اسم الله است و ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است و خداوند آن را مسئله اید قرار داده است همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله در فضیلت این ماه میفرمایند ای مردم ماه خدا با برکت رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده ماهی که پیش خدا بهترین ماه و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعت است میگم که شما روزاتون رو چه جوری سپری میکنیم چه خوبه که استغفار رو فراموش نکنیم دعاهایی که در ماه رمضان اومده رو فراموش نکنیم همینطور اعمال و عبادت‌ها رو در این ماه ازش قافل نشیم مخصوصا شب داری که یه حال هوای دیگه ای هم داره پس میبینید که چقدر درباره ماه رمضان تأکید شده رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هنگامی که هلال ماه رمضان پدیدار گردد درهای دوزخ بسته شود همینطور امام محمد باقر علیه السلام فرمودند برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند کسی که در ماه رمضان آیه از کتاب قرآن را بخواند مانند کسی است که در دیگر ماها تمام قرآن را خوانده باشد میگن چه خوبه حالا که میایم قرآن میخونیم به اون هم عمل کنیم و اون آیات رو از دست ندیم صرف خوندن خالی نباشه به اون آیات هم انشاءالله عمل کنیم به خدمت شما عرض کنم که یک بار دیگه موضوع برنامه با شما رو خدمتتون مطرح میکنم متاسفانه شاهد هستیم که برخی شبکه های بی و اساس و بی منطق وحابی اخیرا چون حرف حسابی توی جرگه ندارن دارن پیروان واقعی رسول خدا و شیعیان و همینطور قرآن و اطرت رو مسخره میکنند و با حرف های رکیک و فوش به این کارها میپردازن و داریم میبینیم که کلیپ های نشون میدن و حرف های رکیک میزنن به نظر شما علت اینکه شبکه های وهابی به فوش دادن و حرف های رکیک و بیپایه و اساس روی آوردن چیه؟ چرا اصلا دارن این کار رو انجام میدن اصلا هدفشون چیه حالا نه تنها به شیعه ها بلکه به قرآن و اطرت هم دارن توهین میکنن و اونها رو مسخره میکنن به نظر شما دلیل این کارها چیه 3085 از داخل ایران 2015555 ده ده چهل و هشت پیامک از سراسر دنیا منتظر جواب های شماست همینطور دو سف چهل و چهار سی و سی هشتاد هشتاد شماره مستقیم شبکه جهانی ما حسین علیه السلام منتظر شنیدن صدای گرم شماست ما رو فراموش نکنید بریم سراغ اخبار امروز برنامه با شما و خبری از حضرت آیت الله حاج سید صادق حسینی شیرازی ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای خودسازی و نزدیک شدن به امام زمان است جمع کثیری از شیعیان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمه حاج سید صادق حسینی شیرازی مدد زلله العالی دیدار نبودند در این دیدار مرجع عالیقدر قدر ضمن خوشامدگویی به میهمانان در بیاناتی مهم به تبیین مسئله مهم مهدویت و وجود نازنین امام زمان ارواح و پرداختند و فرمودند در باب ظهور حضرت مهدی روایتی از پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده که این روایت در نزد عامه و خاصه به تواتر رسیده است و در کتب معتبرشان و نیز در کتب ششگانه ای که آنان آنها را سهاه میخوانند و در بهار الانوار با سندهای متواتر نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند امر ظهور و فرج حضرت مهدی را در یک شب اصلاح می‌فرمایند. این جواب سوال بسیاری از دوستان و شیفتگان امام زمان هست که حضرت مهدی چه زمانی ظاهر می شوند؟ آری، حضرت در یک شب امر ظهورشان اصلاح و قیام دولت عدل داد و رحمت اهل بیت علیهم السلام امضا و اجرا می گردد. حضرت آیت الله شیرازی مد از در باب زنده‌نگه نگه داشتن امید ظهور در طول تاریخ فرمودند اگر کسی صدها روایتی که راجع به ظهور حضرت مهدی علیه السلام است که از جانب معصومین وارد شده است را بررسی کند در میابد که خدای تبارک و تعالی خاص مشیتش تعلق گرفته است به اینکه امر ظهور حضرت بر همه مخفی باشد مگر بر خود حضرت و آباء طاهرینشان نشان ولکن آن شب قطعا محقق خواهد شد حال امکان دارد امر فرج فردا واقع شود و یا خدای نکرده خدای نکرده صدها و یا هزارها سال دیگر واقع شود علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه بیش از 300 سال است که به رحمت خدا رفته است ولکن آن بزرگوار نیز می‌فرمود امید آن داریم که تا زنده ایم روز فرج و ظهور امام زمان را ببینیم و در رکاب حضرتش باشیم در روایات متعدد آمده است که شخصی به محضر مبارک حضرت امام کاظم علیه السلام رسید و عرضه داشت یبن رسول الله آیا شما مهدی موعود هستید حضرت فرمودند خیر این روایت معنایش این است که در آن زمان هم ادهی منتظر ظهور حضرت مهدی معود بودند تقریبا در 1300 سال پیش خدای متعال صلاح را بر این امر دانسته که احدی از زمان ظهور امام زمان مطلع نگردند مرجع عالی قدر در ادامه با اشاره به برخی از سخنان کذب و مستاقهای نادرست در باب علائم ظهور حضرت و اینکه طبق حدسیات و توهماتشان برای ظهور وقت و ساعتی معین می کنند فرمودند در بسیاری از روایات که به علائم حتمی و غیر حتمی ظهور حضرت اشاره شده است امر فرج حضرت را چه زمانی به وقوع می را تعیین نکردند و علم آن را مختص خداوند معرفی فرموده است اینکه بعضی ها وقت تعیین می کنند و می گویند امام زمان چند سال بعد ظهور می کند تمامی روایات شریفه را در این زمینه ندیده و جمع بین روایات ننموده و این یک اشتباه است البته این حرفها حرف های نو و جدیدی نیست بلکه هزار سال قبل هم چون این سخنان نادرستی رایج بوده است مرجع عالی قدر در ادامه با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان فرمودند خدای تبارک و تعالی در ماه مبارک رمضان شما را برای میهمانی خودش دعوت کرده است که در این میهمانی خود خدای متعال میزبان و شما هم میهمان او هستید و بالاتر از آن اینکه خدای تبارک و تعالی شما را در این ماه میهمانی مورد کرامت و احترام خودش قرار داده است خدای متعال فواید بسیاری در روزه قرار داده است که پرهیزگاری و آراستگی به آن در رأس تمام فواید آن است و در واقع ماه مبارک رمضان بهار پرهیزگاری است تقوایی که روزدار باید بدان پایبند باشد مراتبی دارد که از آن جمله است پرهیز و خیشتنداری از مفترات بدین معنا که فرد روزدار از ده مفتر که روزه را باطل می کند و در رساله های عملیه به آن بیان شده است خودداری کند و این مرحله صحت روزه خوانده می شود و با پرهیز از مفترات روزه فرد روزدار صحیح است اما خبری ناخوشایند رو بشنوید که شهادت یازده تن از شیعیان پاکستانی توسط وهابیون جنایتکار به گزارش خبرگزاری ها مقامات پلیس و بهداشت پاکستان اعلام کردند افراد مسلح با حمله به یک اتوبوس مسافری حامل 14 شهروند هزاره ای در جنوب غرب این کشور 11 نفر را به قتل رساندند در بین این تلفات جسد یک زن مشاهده می شود و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند. پلیس اعلام کرد که تمامی قربانیان متعلق به اقلیت شیعه هزاره هستند که بارها از سوی گروه های و شبه نظامی هم... هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. خب تو این ماه مبارک یادتون نره برای همه شیعیان در اقصانقات جهان دعا کنید برای شیعیان پاراچنار مخصوصا برای شیعیان یمن و همینطور شیعیان پاکستان هم فراموشتون نشه انشاءالله دعا کنید ما هم محتاج دعای خیر شما هستیم همه برای های برنامه با شما رو دعا کنید من رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید اما ما ماه دعا هست و نیایش فراموشتون نشه از تک تک لحظات و ثانیه های اون استفاده کنیم یک بار دیگه موضوع جدید برنامه با شما برای شما بینندگان برنامه با شما خدمتون ارز کنم که متاسفانه شاهد هستیم اخیرا برخی شبکه های بی منطق و بی اساس وحابی دارن مسخره میکنن شیعیان اهل بیت اسمت و تارت علیه مسلم رو همینطور قرآن رو روی آوردن به فحش دادن، حرفهای رکیک زدن و اونها رو مورد تمسخر قرار دادن. به نظر شما علت اینکه که شبکه های وهابی این طور دارن مسخره میکنن، حرفهای رکیک میزنن و اونو فحش میدن، دلیلش چیه؟ اصلا چرا دارن این کار را انجام میدن؟ هدف این شبکه های وهابی چیه؟ 3085 87 پیامک از داخل ایران 201 50 55 10 10 48 پیامک از سراسر دنیا منتظر جواب های شماست همینطور طور 2044 330 80 شماره مستقیم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام منتظر شنیدن صدای گرم شماست پس ان فراموش نکنید علت اینکه که شبکه های وهابی روی آوردن به فحش دادن حرف های رکیک زدن و تهمت زدن به شیعیان و قرآن و اطرت و اهل بیت علیه السلام چی هست لطف کنید پیام هاتون رو برای ما بفرستید همینطور منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم انشالله باز هم میاییم به خونه های شما سر میزنیم برنامه با شما رو نبرید از یاد در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان من و همه دوستانم رو در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از یاد نبرید خدمتگزاران شما هستیم در حسینیهی فراتر از کهکشان حرفی نیست جز اللهم اجل ولی الفرج یا علی مدد التماس دعا خدا نگهدار